Ahmad Reza Jalali. Ahmad Reza Jalali should be free today. He's supposed to come back to the loved ones. We want him free and we want him now. Free Ahmad Reza Jalali. Free Ahmad Reza Jalali. Free Ahmad Reza Jalali. Free Ahmad Reza Jalali. Woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. Woman life freedom. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. Silence is violence. احمد رضا جلالی ها وارد اطفال این کیس فور اینترنشنال اند ویلی ویلی ویکتی کیس فور اینترنشنال کمیته مود اوریتیگا هنه ها وی هر او هویل تالا فرون یهتات ای داگ می اوز تک فرا دوی هر ویدا افتخار ویدا با سلام خدمت همتون و ما امروز جمع شدیم به خاطر اینکه اعدام های زیادی صورت گرفته در ایران و با توجه به اینکه خیلی از خانواده های زیادی هستند که عزادار هستند، ما با همه اونها گریه کردیم تا امروز، با هر کدوم از اونها، با مهسا، با ژینا، با هر کدوم از اونها و هر کدوم از عزیزای ما رو که میکشند. یه در واقع به جای یک دشمن هزاران دشمن اضافه میشه. من 7 سال هستش که دنبال کار احمد رضا هستم که آزادش بکنه، ولی متاسفانه احمد رضا 7 سال هست که نادانه تو زندان هست و نه تنها احمد رضا، الان خیلی از جوانهای دیگه 15 ساله، 16 ساله، 17 ساله، کسایی رو که حتی صداشون رو ما نمیشنویم زیر حکم اعدام هستن و ما باید صدای اونها باشیم و از همه شمایی که اینجا هستید واقعا تشکر میکنم، به خاطر اینکه اگر شماها نباشید صدای اونها رو کسی نمیتونه بشنوه و از اینکه خیلی از کسای دیگه ای که من میخوام بگم که نمیخوان به ما ملحق بشن نترسید، چون بیشتر از این نمیتونن کاری بکنن. جوانای ما کشته میشن و هیچ چیزی ارزشمندتر از جوانای ما نیستش که زیر حکم اعدام هستن، پس ما برای اونها باید بجنگیم و امیدوار هستم که همه اونها آزاد بشن و ما بتونیم تو ایرانی آزاد در کنار هم دیگه زندگی بکنیم. مرسی. با سلام به بینندگان تلویزیون برابری. همونطور که میدونیم موج اعدام روزهای اخیر شدت زیادی پیدا کرده و اصولاً خانواده هایی که در زندان زندانی دارن وضعیت روحی مناسبی ندارن و دائما با استرس روبرو هستن و هر خبری تکان دهنده است برای این خانواده ها. همونطور که مطلعین، آقای احمد رضا جلالی در آوریل 2016 به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز به ایران مسافرت میکنه و جمهوری اسلامی هم هر شهروندی رو که از خارج کشور میاد دستگیر میکنه تا بتونه رو نیروهایی رو که در خارج کشور دستگیر شدن بتونه یک زمانی مبادله کنه، ولی فشارهای زیادی چه بر آقای جلالی و چه بر خانوادهش اومده، بسیار تحت فشار قرار گرفتن از لحاظ روحی. خانم ویدا مهرانیا همسر آقای احمد رضا جلالی که خواستم نظرات ایشون رو در ارتباط با وضعیت آقای آخرین وضعیت آقای جلالی مطلع بشم. سلام خانم مهرانیا. سلام، متشکرم، مرسی. خانم مهرانیا، از وضعیت آقای احمد رضا جلالی، آخرین وضعیتی که ازشون اطلاع داری رو ما رو در جریان میذاریم که چگونه است؟
بله، همونطور که اطلاع دارین 7 سال و 2 ماه هست که احمد رضا تو زندان هست و تقریبا 2600 روز که وضعیت، خب طبعا کسی که بیشتر از 7 سال هست بدون یک روز مرخصی تو زندان به سر میبره طبعا حال روحی خوبی نخواهد داشت و واقعا هم اینطوری هستش که به خاطر فشارهای روحی زیادی که وارد شده و حال هم حال جسمی و هم حال روحیش اصلا خوب نیستش و شرایط بدنش به شدت ضعیف شده و اینکه خودش هم تحت فشار چون روحی زیادی هست، چون نمیتونه خانوادهش رو ببینه و اینکه از حداقل امکاناتی که میتونه یک زندانی برخوردار باشه حتی از اون هم برخوردار نیست. خانم مهرانیا، چه اقداماتی تا کنون صورت گرفته برای آزادی آقای جلالی؟ اقداماتی که صورت گرفته، خب از طرف عفو بین الملل خیلی تلاش شده و اینکه کشورهایی که در اونها دانشگاه بوده، دانشگاه ایتالیا بودن، دانشگاه بلژیک و سوئد همکارانشون جوایز برندگان نوبل بارها نامه نوشتند و درخواست آزادی محمد رضا رو کردند و علاوه بر این از طرف اتحادیه اروپا هم بارها بیانیه صادر کردند که حکم اعدامش رو محکوم کردند و طبق همچنین بیانیه سازمان ملل احمد رضا نه تنها بیگناه هستش بلکه گروگان گرفته شده و این گروگانگیری یک نوع شکنجه هستش که به احمد رضا، خود احمد رضا و خانوادش وارد شده. ببینین، موقعی که حکم از طریق دیوان عالی تایید شده، وزیر امور خارجه سوئد اینو محکوم کرده، گفته اتحادیه اروپا محکوم میکنه. چه اقدام عملی جدا از صدور بیانیه انجام دادن؟ آیا اقدام کار خاصی تاکنون کردن برای آزادیش؟ خب طبعا پیگیر بودن، نمیتونم بگم که پیگیر نبودن برای آزادی احمد رضا، ولی پیگیری ها کافی نبوده متاسفانه که هنوز بیشتر از 7 سال هست زیر حکم اعدام به سر میبره و اینکه خیلی از شهروندا آزاد شدند ولی احمد رضا همچنان در زندان زیر حکم اعدام نگهش داشتن. خب ببینین، دو تا اخیراً ما با آزادی اسداللهی مواجه بودیم. چقدر فکر میکنی تو اتحادیه اروپا حداقل بتونن در جهت اقدام عملی برای آزادی این فرد تا حالا تلاشی کردن؟ ببینید، احمد رضا چون تا اونجایی که میدونستیم ما گروگان هست و زمانی که اسدالله اسدی رو دادگاه می بردن، احمد رضا رو بردن، حکم 20 سال بهش دادن، احمد رضا رو انفرادی بردن، دوباره انفرادی بردن و به خاطر همینه که در واقع احمد رضا یه گروگان هست، ولی گروگانی هستش که دولت ایران حتی حاضر نشد، حاضر شده که 6 تا از شهروندان روش رو آزاد بکنه ولی احمد رضا رو همچنان زیر حکم اعدام نگه داشته و این نمونه بارزه یه شکنجه هستش که به خود احمد رضا و خانوادش وارد کردند و حاضر نشدن که احمد رضا رو تبادل کنند. خانم مهرانیا، شما با وضعیتی که داری، خب این روزا با موج اعدام جمهوری اسلامی ما مواجه هستیم، شما از شنیدن این خبرها چگونه، یعنی وضعیتی داری، بعد به انضمام این که نظرت نسبت به این موج اعدام ها چیه؟ ببینید، هر کدوم از این اعدام ها که من میشنوم واقعا با تمام هر کس خانواده هاشون هم درد هستن و برای هر کدوم از اونا گریه کردم. واقعا خیلی نارمش شدم. بچه های جوونی که کشته شدن اعدام شدن
و خب طبعا اعدام یک کار غیر قانونی، غیر انسانی و ضد حقوق بشری است که یک انسان را از حق حیات محروم میکنن و من به شدت مخالف حکم اعدام هستم و امیدوار هستم که در دنیای امروزی واقعا حکم اعدامی وجود نداشته باشه. چشم اندازت برای آزادی آقای جلالی تا چه اندازه است؟ من فکر میکنم اگر دولت سوئد بخواد که برای آزادیش بخواد کاری بکنه، طبعا تا الان میتونست انجام بده و کوتاهی کرده و امیدوارم که این کار رو انجام بده و اینکه احمد رضا بیگناه هستش و هم نه تنها احمد رضا بلکه خانوادش، بچه های من چندین سال هستن که زیر شکنجه روحی به سر میبرن و هر لحظه به یادش هستن و منتظر آزادی پدرشون هستن. امیدوارم که این رو دولت سوئد پیگیری بکنه و بدونن که به جز احمد رضا خانوادش هم چشم به راهش هستند و چون میدونن که احمد رضا بیگناه هستش، باید تمام تلاششون رو برای آزادیش انجام بدن. مرسی خانم مهرانیا از همراهیتون در این گفتگو. من سوال خاصی ندارم، ولی خودتون اگه پیام خاصی دارین میتونین مطرح کنین. فقط یه سوال دیگه‌ای که در کنارش هست، شما انتظارتون از نیروهای اپوزیسیون در خارج کشور چیه؟ من اولین که تشکر میکنم از نیروهای اپوزیسیون که تمام تلاششون رو میکنن، با مردم هم دردی میکنن و تمام تلاششون رو تو این مدت انجام دادن که علیه حکم اعدام همیشه در واقع گرد همایی های خوبی صورت گرفته و امیدوارم که تمام تلاششون رو ادامه بدند، چون و صدای کسایی باشن که بیگناه هستند و کسی رو ندارند که برای آزادیشون تلاشی انجام بده و این تلاش ها مطمئنن نتیجه بخش هست. خانم مهرانی، من همونجور که خدمتون گفتم من سوال خاصی ندارم، ولی اگه خودتون پیامی دارین میشنویم. مرسی از تماستون، متشکرم. ممنون، مرسی. تشکر از حضورتون در این گفتگو. قربان شما، متشکرم. وار اینیکت، وار اینیکت و وار سولیداریتت اوندن دن ها پریودن تیس وی وینر den här slamiska över den här slamiska avskyvärda terrorregimen runt om världen. Det är bara enighet och solidaritet. Jag har sovat om att jambandi kunnan på Turkiet var inke اتحاد ممنون که میگی به این معنی که ما مبارزینی داریم مثل سفیده قلیان که آزادیش رو در زندان بزرگتر اون جامعه تحت سرکوب به هیچ وجه معامله نمیکنه با عقایدش. به محض اینکه درش رو از در زندان، در بزرگ زندان اوین پاشو میذاره بیرون، علیه خامنه ای شعار میده و آزادی موقتش فقط چند ساعت بیشتر عمر نداشت، دوباره دستگیرش کردن و دوباره براش پرونده سازی کردن. ما تعداد بسیار زیادی زندانی سیاسی داریم که باید به خاطر اونها، ما تعداد بسیار زیادی در مقیاس میلیونی آدمهایی داریم مبارز که باید به خاطر اونها و به خاطر خودمون و به خاطر همه ظلم و ستمهایی که در این چند دهه و در طول 100 سال حاکمیت سرکوب و دیکتاتوری در ایران بر همه ما رفته، باید مبارزه کنیم و دست بردار نیستیم و همه با هم شعار میدیم مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اعدامی، مرگ بر جمهوری اعدامی. کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. و اون مردمی هستن که پلی برای عقب نشستن ندارن، همه پلها رو ما خراب کردیم که پیش بریم و پیش میریم. رمز موفقیت ما اینه که دستامون تو دست هم باشه، هر دستی که دست ما رو میخواد است ما
جدا کنه دستش تو دست جمهوری اسلامیه. فراموش نکنید. زنده باد خودتون. با صدای بلند علیه جمهوری اسلامی. نت مد اسلامیست که ترور رژیم ایران. بستن سفارت جمهوری اسلامی کار ماست. این رو من از زبان تک تک شما دارم میگم. این سفارت، این مناسبات، این دیپلماسی ننگین به دست ما باید پروندش خاتمه پیدا کنه. بستن سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم کار ماست. باید این کار رو انجام بدیم. باید به فکر شب بخوابیم، روز بلند بشیم. به جای غصه خوردن، به جای زانوی غم به بغل گرفتن، به جای افسوس خوردن، به مبارزمون، به اتحادمون، به عزممون و اون چیزی که مقابل ماست، آزادی، نبودن تبعیض، برابری، زندگی شاد و انسانی که باید خلقش کنیم، بایستیم. و اولین قدم ما بستن این سفارت ننگینه. زنده باد همه شما. یک بار دیگه روزتون بخیر. خسته نباشید. شاد 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 شاد